اگرچه سال هاست روی بیعدالتی ها و مطلق اندیشی های حاکمان در افغانستان از جانب تحلیلگران و صاحب نظران کشور ابرازات صورت گرفته، به خاطر بهبود و اصلاحات آن سعی گردیده است، ولیکن هیچگاهی این خواسته های مردم از جانب حاکمان انحصار طلب کشور پذیرفته نشد. برعکس، بیعدالتی، اختلاس و فحشا به اوج خویش رسید و باعث از بین رفتن دست آورده های نسبی 20 سال اخیر در افغانستان گردیده، شرایط را برای دوباره ظهور یک گروه متحجر و عقب مانده در افغانستان مساعد نمود. اگرچه طالبان قبلا نیز در حاکمیت 4 ساله خود از امتحان مردم افغانستان و جهان نگذشتند و بالاخره با همکاری کشورهای مقتدر منطقه و جهان در 2001 میلادی سرنگون گردیدند. بعد از سپری شدن 20 سال چرا و چگونه این گروه دهشت افکن و خطرناک تروریستی دوباره حاکمیت را به دست گرفت؟ روی این مسئله با محترم دکتر محمد اکبر همت فاریابی، حقوقدان، نویسنده و آگاه سیاسی صحبت خواهیم داشت. جناب دکتر سیب همت، به برنامه بینش و انالیز از صدای توران خوش آمدید. بسیار زیاد تشکر دکتر سیب. اجازه بدین قبل از همه فاجعه دشت برچی را به تمام فامیل هایی که عزیزان خود از دست دادن تسلیت بگویم و از خداوند متعال صبر جمیل می خواهم و امیدوار هستم که در آینده با احتیاط تام در همچون مسائل جمع آمد اینا با دقت برخورد بکنن که ای چندمین بار از جوانا تلف می شن. و از شما دکتر سیب محترم تشکری میکنم که این روم این مصاحبه را آماده ساختین تا ما با هم صحبتی داشته باشیم. بسیار زیاد تشکر. باز مجددا خوش آمدین. محترم دکتر سیب، مقدمه را شنیدید. میخواهم در این مورد از دو بود خارجی و داخلی نظر شما را داشته باشم. بفرمایید نخست در مورد انگیزه ظهور و زوال دوره اول طالبان معلومات بدهید. تشکر دکتر سیب. مسلمان در مورد ظهور و زوال طالبان و در مجموع در مورد طالبان نویسنده های محترم، صاحب نظرها معلومات های ایراد کردن و بسیار زیاد هم در سطح اینترنت نوشته شده، ولی من کوشش میکنم نظر خود در این ارتباط به طور آتی بیان کنم. ببینین وقتی که آخرین رئیس جمهور رژیم چپی ها سقوط کرد، بالاخره مجاهدین سر قدرت آمدن و مجاهدین، ما البته بسیار خلاصی از این پروسه را میگم که وقت زیاد نیست، مجاهدین همون قسمی که ما میفهمیم در طول چندین سال اینا نتونستن یک حکومت باثبات به وجود بیار و در افغانستان جزیره های قدرت به وجود آمد و ما از حقیقت نگذریم جزیره های قدرت هم به اساس تعلقات های قومی، زبانی و مذهبی بود. این بیانگر عزیز بود که مسئله عدالت اجتماعی در افغانستان در طول تاریخ حل نبوده.
وقتی که آزادی ها را اینا حس کردن، حس استقلال خواهی باعث از این شد که تا این جزیره های قدرت به وجود بیاید و آن توقعی که حامیان جهاد افغانستان داشتند، چه امریکا باشد، چه انگلیس، چه عربستان سعودی و دیگر کشورهایی که داخل از قضیه بودن و حمایت میکردن، اینا مجاهدین نتانستن توقعات از اونا را برجا بسازن، توقعات از اونا را در عمل پیاده بکنن. کدام توقعات داشتن؟ وقتی که دولت باثبات وجود نداشته باشد، طبیعی اونا میخواستن که در آسیای مرکزی بازاری باز کنن، اونا میخواستن که تا لولی خط گاز ترکمنستان از راه افغانستان عبور بکنه، اونا میخواستن که با یک دولت باثبات به حساب جهادی در آینده در مسائل سیاسی، در تعاملات سیاسی اینا به طرفداری ای کشورها جای پای داشته باشن. این مسائل البته باعث شد تا کشورهای حامی جهاد یک سری به فکر افتادن چگونه می شود که با این دولت که هیچ گونه حتی یک ثبات سرتاسری در افغانستان قوام نیافته، چطور می تانه اینا کنار بیاید. از جانب دیگر بسیار مهم است به فکر ما این است که ما می فهمیم افغانستان از لحاظ تاریخی تقریبا 200 سال به دست دو خانواده که خود نماینده های برادران پشتون می دانستند قرار داشت و وقتی که جهاد روی کار آمد، جهاد کامیاب شد، قدرت جهادی به وجود آمد. یعنی واقعیت این است که اولین بار به اصطلاح ما میتونیم بگوییم که روانشست های قبیله به این فکر افتادن که چطور ما میتونیم که انحصار از دست رفته را دوباره ما برگردانیم. به این خاطر ما و شما شاهد هستیم که اینا چی در داخل افغانستان چی در خارج از افغانستان اینا لابیگری کردن، تلاش کردن تا افکار عامه را، افکار جهانی را هم به یک شکلی اونا به خود جلب کنن و بگوین که در افغانستان شما نمیتونید که از این مردم یک مراوداتی که به نفع شما باشد، در هدفهای استراتژیک که شما باشد شما کار کنین. بناهن پیشنهادی البته نه بدون اشتراک پاکستان، پیشنهادی به وجود آمد که تا یک جریان افرادی به اصطلاح تجربه شدی اسلامی را اینا به وجود بیارن که او عبارت از طالبان. به این شکل طالبان در افغانستان ظهور میکنه و آیسته آیسته البته دیدیم که از همه طرف حمایت شد، چه از داخل و خارج افغانستان، تا که اینا روی کار بیه. در اینجا چند مورد است به خاطر از این که چرا طالبان دوباره از صحنه برداشتن. یکی از او به فکر بنده سرکشی قسمی طالبان از آنانی که اینا را حمایت میکرد. چرا میگم سرکشی قسمی؟ اونا در همه موارد چیز بودن، یعنی تابع سیاست های کشورهای غربی و امریکا و ناتو اینا بودن، ولی در بعضی موارد، بعضی ملحوظاتی که بحث به درازا نکشه، اینا قسمان مخالفت داشتن. یکی بود که اینا در داخل چوکات سیاسی طالبا، تحت سلطه طالبا، اینا بعضی از آزرده خاطرهای گروپ های جهادی دیگر اینا جای دادن.
اینا آزرده خاطرها بودند دکتر سیب، به این خاطر که ما میفهمیم موسی بن لادن قبلا خودش با امریکایی ها کار میکرد. وقتی که آزرده خاطر شد این داخل در زیر سایه طالبا پناه برد. این یکی از عوامل بود که تا توجه امریکا و ناتو را به این مسئله جلب کنه و همچنان اینا در بعض جایا امی برادرای آزرده خاطره که از امریکا در زیر سلطه طالبان آمدن پناه بردن، اینا در بعض جایا بر ضد منافع غرب و امریکا اینا انفجارات و این مسائل هم سازماندهی میکردن. ادامه میفرد و موضوع دوم، مسئله اساسی که چرا طالبا از بین رفت و طالبا را از صحنه بیرون کردن، به فکر بنده تغییر پالیسی تکتیکی امریکا و انگلیس در منطقه بود. متوجه باشید تغییر پالیسی تکتیکی امریکا و انگلیس در مجموعات و در منطقه بود. چگونه؟ اینها بعد از سقوط شوروی اینها به این فکر افتادن که میتونن بدون خشونت اینها در آسیای مرکزی را پیدا کنند. اینها میتونن که بدون خشونت روسیه را، اداری روسیه را به دست بگیرن. ما بسیار مسائل شاهدش بودیم که فکر کنین که سه جمهوری پری بالتیک کاملا خودش در غرب تکیه زد و ازبکستان اینا کاملا به خود متمایل ساختن، تا وقتی که مسئله قیام اندیجان اینا دست نزدن ازبکستان هم با اینا. خب عرض بکنم ارمنستان و قفقاز در مجموع، گرجستان و ارمنستان و آذربایجان، در ارمنستان نماینده های سورس میلیاردر امریکایی کاملا نفوذ کرده بود و اینا بودن که دکتر کلانترین سفارت امریکا در جهان در گرجستان است. اینا بنا نهادن چون از خود کردن. و ارمنستان هم ببخشید در گرجستان نه، در ارمنستان بنا نهادن، ولی در گرجستان هم، در گرجستان ساکاشویلی که زن هالندی داره کاملا یک شخصیت غربی بود سر قدرت آمد. به این شکل ما از هر کدام از اینا نام نمیبرم، کیشینوف و موتور، و حتی اینا امریکا و ناتو معتقد شد که ما آل ضرورت نداریم به این فوندامنتالیست هایی که در اینجا دستکاری بکنه و جنگ و جدل و این مسائل شوه. ما میتونیم که بدون فشار تسلط خود در اینجا حاکم بسازیم، این تسلط پیدا کنیم، خودشان در منطقه حضور پیدا کنن. و از بین بردن مسئله طالبا هم یک زمینی داشت که اینا گفتن که اینا تروریست هستن. این در واقع امریکا خودش یک تروریسم تعریف ناشده را خود از او در پیش انداخت، یعنی باید به خاطر رشد امریکا و غرب همیشه یک دشمن کار بود، قطب سوسیالیستی بود، اینا همیشه با ای در مبارزه بود. حالا قطب سوسیالیستی نبود، اینا باید یک دشمن دیگه می داشتن که او به نام تروریسم هم اینا تعریف نمیکرد که در کجاست. ما شما در عمل دیدیم در هر جایی که اینا میخواه مداخله بکنه میگه که در اونجا تروریست رفتم. موضوع چیز وقتی که این سیاست امریکا به پختگی میرسه اینا چی میکنه؟ اینا واقعی 11 سپتامبر به وجود میاد. واقعی 11 سپتامبر من بسیار معتقد هستم که به ای که ای اصلا کار ای کسایی که در جواد می جنگیدن، ای کسایی که ای فوندامنتالیست ها، اینا توانایی از این را نداشتن که برند اونجا 6 تیاره را اختطاف بکنن و در واشنگتن بزنن و در اون مراکز، در حالی که ای البته با ژورنالیست های غربی بسیار عمیق در این باره اینا
چیز شده، تحقیقات صورت گرفته. حالا بسیار کم کس است که باور کند که مثلا 11 سپتامبر بن لادن کرده باشه یا دیگه کرده باشه. البته ای به این مفهوم نیست که ما از اینا چیز بکنم، نه، خود امریکا به خاطر از این که با سیاست های وسیع که پلان سیاست های وسیع را که میخواست که در منطقه و جهان تطبیق کنه، اونجا نه تنها آسیای میانه و روسیه بود، بلکه اونجا موضوع ایران بود، مسئله چین بود، اونجا مسئله کشورهای عربی بود، عراق بود. یادتان است که 2 سال بعد به عراق حمله بردن، عراق تارمار کردن. اینها همگیش بهانه میخواست. به این شکل ای لازم افتید که اینا طالبایی که خودشان حامی بودن اونا را از بین ببرن و در جای از او تکنوکرات ها را سر قدرت بیارن. 20 سال یا دو دهه اضافه تر از دو دهه گذشت که زمان کرزی و زمان غنی دو رئیس جمهور، باز چه انگیزه سبب شد که اینها از اون جایی که آغاز کرده بودن دوباره پس به اون نقطه بگردن و دوباره برای ظهور دوباره طالبان شرایط مساعد بسازن؟ بله، تشکر. خیلی جالب از دکتر صاحب که البته این سوال هم طبعا بستگی با سوال اول داره. واقعا بعد از 20 سال با همه مصارف اینا دوباره از همونجا که شروع کرده بودن، پس از همونجا چیز کردن طبق فرمودی شما. در اینجا اگر این موضوع را بود داخلی از دیگه ببینیم، در قدم اول ناتوانی تکنوکرات های گماشته شده در ایجاد یک دولت باثبات، اینها کاملا ناتوان بودند و همه میلیاردهایی که داخل افغانستان آمده بود اینا همگی از این به معامله و به زن و بکن و به رشوت و دزدی و همه چیز اینا قاچاق کردن. و حتی از قرار یکی از امیال دقیق دیالم یکی از روزنامه های غربی میگن حدودا تقریبا 50% همو پول هایی که دارن در افغانستان ریخته بود اونا پس در حساب های خارجی، در حساب های بانکی در خارج آمد. ببینید ای که تعداد قوای مسلح افغانستان اینا چندین برابر اضافه کردن، ماشای اضافی را گرفتن، در جیبای خود زدن، مکتب های خیالی بود که اینا جور کردن، به کدام راه روش نبود که اینا پول های باداورده و خداداده اینا از آن خود کردن و هیچ کس هم در این باره صلاحیت پرسان نداشت. چرا نداشت؟ به این خاطر نداشت که امریکایی ها اشتباهش من میگم دهی بود که اینها فقط در پشت یک کتلی بسیار محدود استاد شدن و گپ از اونا برای مردم افغانستان همه چیز بود. ای اشتباه از اینها بود. ما میخواییم یک چیزی که دهی باره نظر ما با کم متفاوت از نظر دیگه واسه میخوایم بگویم که در فساد مالی تنها شخصیت های داخل افغانستان نبود که اینا دست داشتن، بلکه در فساد مالی کسایی هم که به صفت مشاور، به صفت انجینیر، به صفت فلان و پسمدان و غیره از خارج افغانستان در داخل ریخته بودن اینا مشترک، اینا شریک فساد مالی در افغانستان بودن. باید داشته باشین یا شنیده باشین که یک انجینیر که اونجا چیز میکرد، در کدام بخش کار میکرد، اونو میگه که ماهانه 70,000 ماش میگرفت ماهانه. این خودش فساد است. که چرا؟ به چه خاطر؟
این مسائل البته بار دیگه این کشورهای زینفه، کشورهایی که در داخل افغانستان آمده بودند با پروژه هایی که اینا پیش کردن و تطبیق کردن، اینها را متوجه ساخت که در اینجا هم دولت باثباتی که نباشه چیز به دست نبیاد. در افغانستان اصلا دولتی به وجود نامد، در وجود چیز ده موجودیت تکنوکرات هایی که از همون بار دیگه هم در اینجا میخوایم اشاره بکنم که ما شما خوب میفهمیم که از زمان کرزی چند ماهی تیر نشده بود که در اونجا ما شنیدیم که برادران طالب، شعار برادران طالب و طالب خوب طالب بد شعارشه. بالاخره آهسته آهسته 3 سال تیر نشده بود که در ولسوالی انخوی اولین بار تیاره های ناشناخته پایان شدن، این طالبای مسلح را پایان کردن، در دیگه جای پایان کردن. این مسائل باز هم کارهای لابیگری های مربوط لابیگری های کسانی که میخواستن یک روانش بار دیگه بگیرن که قدرت کاملا محدود به یک به نماینده های یک قوم باشه. این را ما کم نگیریم. اینا از آن جامعه جهانی را کاملا تغییر داده بودن. این بود البته بود داخلی چیز، بود داخلی مثلا. اما در بود خارجی از این گپ، ناتو امریکا در طول حضور خود در افغانستان درک کرد که به سنجش مهم و اساسی خود که او گفته بود که ما آسیای میانه را بدون خشونت چیز میکنیم، بدون خشونت ما اونا را بدست میاریم، این سنجش از اونا عذاب درست نبرامد. اونا فهمیدن که در اینجا نمیتونن، نه عسکرای از اونا نه عسکرای ناتو نمیتونن که در اینجا کارا باشه. اینا فهمیدن که در اونجا واقعاتی که صورت گرفت در یاد ما هست که چیز در ازبکستان اینا انقلاب مخملی را میخواستن سازماندهی بکنن، شکست خورد. خب در بعضی جاهای دیگه بلاروس کاملا اونجا که فکر میکردن جاسوسای ماست، یا روسیه که پوتین در حال خاموشی دپی ازی بود که بار دیگه اقتدار، اگر به نامش هم نباشه، اقتدار توانایی شوروی سابق پس احیا بکنه. تا همه وقتی که جاسوسای گماشته شده نامای خیلی عجیب داره، من همیشه میگم که اینا فقط با در رأس در جاهای حساس قدرت سیاسی مسکو جاگزین شده بودن. بوربولیس میگفت، دورت گورگایدر میگفت، فلان یولینس، که اینا همه کسایی بودن که نماینده های امریکا بودن. ولی این سنجش از آب درست نبرامد و امریکا و انگلیس به این معتقد شد که نه، اینجا فقط اونمو کسایی کار است که به خاطر ما به نام جهاد حاضر از خود انفجار بده. اینا به این فکر رفتیدن، به این فکر رفتیدن که کار ما در اینجا در منطقه که ما اگه خواسته باشیم، که چون که از طرف غرب روسیه را با مسئله اوکراین، جنگ اوکراین از بسیار قبلها این پلان امریکا بود، ادامه داشت، میپالید فرصتی که کی باشه که در اونجا این مسئله را طوری مطرح بکنه که حکومت اوکراین وادار بسازه که او خودش خواهش بکنه که من عضو ناتو میشم. مسئله عضو ناتو شدن حکومت اوکراین به این مفهوم که یعنی نابودی روسیه است. این را هر سیاست دیده میفهمه. و در اینجا پلان وقتی که از غرب روسیه اوکراین حمایت میشه و جنگی در نظر است، در پیش رو است، و از جانب جنوب روسیه، آسیای میانه هم که زیر نفوذ اقتصادی سیاسی روسیه است، این از جنوب در واقع روسیه باید یک گروهی مانند داعش یا طالبان باشه که
به نام اسلام اینا بتانه نه تنها در آسیای میانه ازبکستان و تاجیکستان و قرغزستان و اینا هجوم ببره و بلکه مجاهدینی که طالبایی که از اویغورستان هست اینا و مسئله چین خطرناکتر برای امریکا نسبت به روسی هست. توانای اقتصادی چین و وضعی مسئله همیشه امریکا در به تشویش بوده. این او به اصطلاح رنگ او چیز او او چیز از دست میده، او امتیاز از دست میده که طالبای اویغور باز کجا میشه. طالبای اویغور که بستگی وابسته به طالبای افغانستان است، وقتی میتونن در فعالیت خود صحنه پیدا کنند که طالبا در افغانستان سر قدرت بیارن. مجموعه از این سنجش ها بالاخره اینا کاری کردن که تا تصمیمی گرفتن که طالبا بار دیگر در قدرت پس بیاین. از یک طرف با قدرت آمدن با قدرت آمدن طالبا اینقدر لابی های انحصارگرا در امریکا و انگلیس هستن، هم آرزوی از اینا برآورده میشه که اینا به خاطر همی در وقت تکنوکرات ها هم از اول تا آخر در طول 20 سال اینا ای کار کردن، در طول 20 سال اینا برای مردم خود حداقل فهماندن که برای شما مهم نیست که کدام از این کدام ایدئولوژی داره، بلکه مهمی است که این قدرتی که آل تقسیم شده را است. یک کزمه یک اوزبیک میه مثلا جنرال میشه، مارشال میشه، یک ازاره میه ماون رئیس جمهور میشه. ای خودش در واقع آینده آیسته آیسته این حسار به زوال میکشن. این به این شکل اینا گرفتن. البته با ای اختصار هم نیست، هر کدام از اینا شایسته عزیزه که روش بس و روش مداقه صورت بگیره. اینا گرفتن طالبا را سر قدرت آوردن. دکتر محمد اکبر همت فاریابی، حقوقدان، نویسنده و آگاه سیاسی، از حضور سبزستان در این برنامه یک دنیا ممنون. بسیار زیاد تشکر دکتر سید، بسیار زیاد تشکر از اینکه وقتتان دادین و صحبتی کردیم و انشالله امیدوار هستم که در آینده هم دید و بازدید های صحبت های در مسائل مهم حیاتی جامعه ما داشته باشیم. بسیار زیاد تشکر. تشکر، موفقیت میخوایم براتون. سلامت باشین. سلامت باشین.